همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم. ولش کن بابا، جبهه میخوام اینا دارن میبندن پشت کار. ببینید، باید به دلایلی که نسبت به من این لطف وجود داشت توجه کنید. شوهر ایشون در اونجا به دنیا آمده و بعد از اونجا آمده دختر ما رو گرفته، آمدن ایران دیگه. بله، بردن آمریکا، یه 3 سالی بودن. 3 سال بودی؟ یکی دیگر از پیشگویی‌های نوستراداموس ما. ما افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خون خوب، از 2 تا خون خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. ما هم لطف خدا لطف کرده در یه بستر مناسب این کار رو انجام دادیم. پسر آمریکان؟ آره، خب رفتی درس بخونه، ادامه تحصیل بده دیگه، بالاخره حق به انتخاب دارم بچه‌ها. اینقدر خریم ما، اینقدر دیوانه ایم. من هنوز نفهمیدم مهدی رو چرا شما رد کردی. ببین، شما مگه معاون سیاسی نیستی؟ بله آقا. باید پاسخگو نباشی. در رابطه با بررسی صلاحیت ها هیچ مسئله ای ندارم. من فقط رئیس انتخاباتی، یعنی قانونا رئیس ستاد انتخابات هیچ کاری نمیتونه بکنه. قانونا دی بنده در این شرایط کار کردن من با استاندار، با جناب عالی، با هامون مقدور نیست. من خودم بعد از اینکه تحصیل دانشگاه سن شریف تموم شد، سال 85 رفتم آمریکا. در دولت احمدی نژاد برای همین سایت iran.ir 72 میلیارد تومان پول دادن. من زبانم همیشه خوب بوده، دانشگاه جورج واشنگتن پذیرش گرفتم، پی اچ دی من روابط بین الملل بود دانشگاه فلوریدا. چرا آیا انقلاب نشده برای اینکه مستکبرین رو به زیر بکشیم؟ یاسر هم با آقای فروزش، وزیر سابق جهادسازندگی، درباره خودکفایی پنیر کار میکرد. این برای اینکه بتونیم الگویی از کارآمدی اسلام در جهان کنونی، جهان معاصر باشیم. ما هم یه فردی از این فرد جامعه هستیم، حق و حقوقی داریم. فقط آلبوم موسیقی که ما با دوست عزیزمون آقای محسن چاوشی، با یکی دیگر دوستان آقای هادی حسینی با هم دیگه تهیه کردیم، امیر بیگزن، امسال شد آلبوم برتر موسیقی پاپ کشور. سوژه ما صاحبان هرچند کم سن و سال این ابر خودروها هستند که ببینیم با این همه پول اصلا دغدغه‌ای هم دارن. دغدغه یعنی چی میشه؟ دغدغه نمیدونی معنیش چیه؟ نه، بلیط ترکیه دغدغه داره. آره دیگه، اگه اوکی نشه نمیتونم برم. نه، بیشتر شبا با رفیقام هم. رژیم غذایی باشگاه. دغدغه‌مون اول که درس و اینا موقع نباشه تفریح این حرفا دیگه. به خاطر اینکه احساس میکنم حق من ضایع شده و من شرعا راضی نیستم. من به اگر آمریکا بده، چرا فقط برای ما مردم بده؟ مقامات مسئول خیلی هاشون فرزنداشون دارن در آمریکا تحصیل میکنن. حالا از این بدتر، من تو آمریکا تحصیل کردم. خودتون در آمریکا تحصیل؟ آره. در ماه چقدر هزینه میکنی برای لباس؟ والا در ماه ماهی 1 تومن من هزینه می کنم. نزدیک 2 تومن دوونی. ماهی 1200، 1500. الان مثلا همین کافشون 1 میلیون تومن. زن در سال مثلا یه چیزی بلاشه 20 میلیون تومن. نه کسی من پیشنهاد کاری تالا داده. خنده دار هست، اما چه کنیم آقا؟ اونایی که میگن آقا شما از رانت پدرتون استفاده کردین، مثلا در دانشگاه شریف درس خوندین، ما تو بهترین دانشگاه آمریکا هم درس خوندن. اون داماد دیگرمون که ژاپن رفته، اون از یه بورسی استفاده کرده. شما به نمایندای مجلس و این چیزا که نگاه کنید، میگم خیلی همه چیز شاید اون سبک زندگی به نظر بد می اومده، ولی الان خودشون خیلی تجملی زندگی میکنن. آقا بریم جبهه، ولش کن. حاج خداوند اجر زحمات طولانیت رو فراموش نخواهد کرد. جامعه هم الحمدلله تا کنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد که هر تو ظلم رفت. شرطه چرا 600 تومنه؟ خب حالا شما وقتی که بخواییم برین از این سری برند ها خرید بکنین، قیمت هاشون بیشتره. مثلا میشه بگید ساعتتون رو چند خریدیم؟ 180 میلیون. آیه معلم می‌خوای برای یک مدرسه خوب می‌خوای که بتوانیم در آن درس بخونیم. به کمک پدر، خانواده، بعضی وقتا خودمه، بعضی وقتا بابامه دیگه. چه پدر میرم، ولی میرم پول میگیرم. چقدر پول تو جیبی میگیری از خانواده؟ نزدیک 2 تومن. ماهی میگیرم دیگه، ماهی 5-6.
این لیست مربوط به سال 2011 و تا کنون این حساب ها ممکن است تغییرات زیادی کرده باشند. لیست مورد بحث به شرح زیر است. عیسی کلانتری 3.2 میلیون یورو در بلژیک، 1.2 میلیون دلار در ایتالیا، حسین طائر 122 میلیون دلار در امارات عربی، 42 میلیون یورو در ایتالیا، سردار احمد وحیدی 32 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 65 میلیون دلار در ترکیه، 122 میلیون دلار در آلمان، عباس کدخدایی 2.5 میلیون دلار در ایتالیا، 7.1 میلیون دلار در کویت، 3.2 میلیون دلار دبی، مشتبه مصباح یزدی 184 میلیون دلار در دبی، 221 میلیون دلار از نفت کمپانی، 55 میلیون یورو در اسپانیا، علی مصباح یزدی 45 میلیون دلار امارات متحده عربی، 17 میلیون دلار در ترکیه، 65 میلیون پوند در بانک انگلیس، 75 میلیون دلار در آفریقای جنوبی، حسین فیروزآبادی 320 میلیون دلار در مالزی، 65 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 103 میلیون دلار در کویت، 17 میلیون دلار ترکیه، پرویز فتاح 16 میلیون دلار ترکیه، 22 میلیون دلار سوئیس، اسپانیار رحیم مشایی 5.2 میلیون دلار در آلمان، 32 میلیون دلار در ایتالیا، 41 میلیون دلار در دبی، علی اکبر ولایتی 244 میلیون یورو در آلمان، 6 میلیون یورو در استرالیا، 56 میلیون دلار در مالزی، محمد محمدی ریشهری 241 میلیون دلار النخ کمپانی، 121 میلیون دلار در دبی، 48 میلیون دلار در آلمان و 43 میلیون دلار در ایتالیا، محسن هاشمی بهرمانی 35 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 56 میلیون دلار در بلژیک، محسن هاشمی ثمره 11 میلیون دلار در قطر، 5.9 میلیون دلار در مالزی، علی لاریجانی 185 میلیون یورو در استرالیا، 16 میلیون یورو در امارات متحده عربی، 112 میلیون یورو در مالزی. تو حق ندارید بررسی کنی، شنود کنی تا بفهمی این آدم تو داخل خونهش چی کار میکنه. به تو چه ربطی داره؟ من حمیدرضا عارف هستم، متولد 28 مرداد 1357. حق داره که دلواپس باشه.